سر خط خبرها. 450 میلیارد دلار هدیه دادید تا امنیت شما تضمین شود. روحانی میگوید ایران حاضر است از مردم در برابر تروریسم عربستان دفاع کند، پول هم نمیخواد. اصرار از نهادهای دولتی آمریکا، باز هم انکار از رئیس جمهوری آمریکا. کاخ سفید گزارش گرمایش زمین را رد کرد. انتخابات پارلمانی بحرین همزمان با سرکوب منتقدان، دولت به مخالفان اجازه شرکت در انتخابات نداد. مرمت شریان‌ها و جلوگیری از قطع عضو بیماران، تلاش یک جراح بریتانیایی برای آموزش به پزشکان فلسطینی. سلام و عصر بخیر. رئیس جمهوری ایران با انتقاد تند از نزدیکی عربستان به آمریکا گفته است اتکا به بیگانه اشتباهی تاریخی است. حسن روحانی گفته ایران حاضر است در برابر تروریسم از مردم عربستان محافظت کند و برای این کار مثل آمریکا 450 میلیارد دلار هم نمیخواد. آقای روحانی در کنفرانس جهانی وحدت اسلامی در تهران صحبت میکرد. شهریار سیامی گزارش میداد. دشمن از شعار 32 سال است از برپایی کنفرانس وحدت اسلامی در ایران می‌گذرد. هدف آن وحدت مسلمانان بوده، ولی در مورد اینکه کشورهای اسلامی چقدر به این هدف نزدیک شدن نمیتوان خوشبین بود. هم دیگر را به رسمیت بشناسید. گفته شده در این کنفرانس 300 اندیشمند از 100 کشور حضور دارند، ولی معلوم نیست اگر سران کشورهای اسلامی دعوت می‌شدند چند نفر از آنها به تهران می‌آمدند. رئیس جمهوری ایران هم در سخنرانی آغازین به دشمن همیشگی اسرائیل تاخت، ولی نیش‌های گزنده‌ای هم به رقیب منطقه‌ایش عربستان زد. ما بسیار بسیار متاسفیم. ای کاش حادثه استانبولی رخ نمی‌داد. ای کاش انسانی قطعه نمی‌شد. هیچ وقت ما نمی‌خواستیم یک مسلمانی دست به این جنایت بزند. این باعث شرم برای ما مسلمان هاست. این باعث شرم برای ما مسلمان هاست که شما مردم یمن فقیر را هر روز بمباران می‌کنید. آقای روحانی از خرید اسلحه عربستان سعودی از آمریکا صحبت کرد و مردم عربستان را به دوستی دعوت کرد. 110 میلیارد دلار اسلحه خریدید تا امنیت شما تضمین شود. چی به شما گفت همون آقایی که اینها را تاراج کرد؟ گفت شیر این گاو شیر ده را ما می نوشیم و می بریم. جواب شما این بود. چی به شما گفت همون ابر قدرتی که به او تکیه کردید؟ گفت اگر ما نباشیم 2 هفته شما امنیت ندارید. دعوت به وحدت در این کنفرانس شاید انتقادی به سیاست‌های خارجی خود ایران هم باشد. موضوعی که آقای روحانی درباره مذهب گفت. به نام مذهب جای دین را تنگ نکنیم. به نام شیعه نخواهیم منطقه اسلام را تصرف کنیم. در پایان حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان شعری از اقبال لاهوری خواند و مسلمانان را دعوت به هوشمندی کرد. زیرکی سازه حیات، غربیان را زیرکی سازه حیات، شرقیان را عشق راز کائنات. عشق گر با زیرکی هم بر شود، نقش بند عالم دیگر شود. شهریار سیامی، بی بی سی. علی معموری استاد مطالعات فرهنگی عربی اسلامی در دانشگاه سیدنی از همین شهر در استرالیا با ماست. آقای معموری، عجیب نیست که آقای روحانی با این شدت و حدت به عربستان حمله میکنه در کنفرانسی که خودش میگه باید بر مشترکات باید تاکید کرد در کنفرانس وحدت اسلامی؟
بله، عملا در واقع به جهت در واقع سیاست هایی که ایران در سالیان گذشته در منطقه داشته، کنفرانس وحدت اسلامی از اقبال بسیار کمی در واقع مواجه بوده در مقایسه با سالهای اولیه انقلاب و حتی در دهه در واقع دوم انقلاب که معمولا از کشورهای مختلف به ایران در واقع می اومدن و شرکت می کردن. عملا در واقع این کنفرانس تا حد بسیار زیادی از جانب کشور اسلامی بایکوت شده. از این جهت در واقع این کنفرانس در واقع زمینه‌ای برای جمع آور کردن و کنار هم گذاشتن کشور اسلامی رو برای ایران نداره، اما در این حال میتونه یک وسیله‌ای باشه برای در واقع تسویه حساب‌های منطقه‌ای به ویژه با سخت‌ترین رقیبش که در واقع عربستان سعودی است. بنابراین سیاستی که آقای روحانی اتخاذ کرده خسارتی رو برای ایران نداره و در واقع چون عملا در واقع کسی شرکت نکرده چندان و در نقطه مقابل در واقع میتونه به عکس به عنوان یک وسیله برای پیشبرد سیاست‌های منطقه ایران و تسویه حساب با رقیب اصلی خودش عربستان سعودی باشه. فکر میکنید که چرا الان صحبت اینه که آیا ایران وقتی که صحبت از وحدت میکنه، وحدت در واقع حول محور رهبریت شیعه و ایرانه، درسته؟ قطعا همینطوره. در واقع وحدتی که ازش یاد میشه با قرائتی است که در واقع نظام جمهوری اسلامی داره ارائه میده که در این قرائت در واقع مذهب تشیع برحال حداقل در لایه‌های پنهانی بروز بسیار پررنگی داره اگه در گفتمان ظاهری حضور نداشته باشه، اما در نقطه برحال عملش و در مقام واقعش حضور شیعیش پررنگ هستش. و این کنفرانس در شرایطی داره انجام میشه که اختلافات و تشتت در میان مسلمان‌ها به این حد نبوده در تاریخ اخیر، چه بین کشورهای اسلامی، چه در داخل کشورهای اسلامی، بین گروه‌های اسلامی و همین در خود ایران. این تا حد زیادی برمیگرده در واقع به طبیعت و ماهیت به کارگیری سیاست در پروژه‌های مثل موضوع وحدت اسلامی و هر پروژه دینی دیگر، به جهت اینکه هنگامی که در واقع سیاست بخواد نقش اصلی رو بازی بکنه در این نوع پروژه، به طور طبیعی شما در واقع یک قرائتی رو از اسلام رو باید انتخاب بکنید که متناسب با منافع سیاسی شما، منافع ملی شما باشه. به همین جهت عملا پروژه وحدت اسلامی در صورتی که به کار گیرندگان آن و زمامداران آن دارای یک اهداف سیاسی باشن، عملا در واقع به تشتت بیشتر خواهد انجامید، نه اینکه بتونه زمینه وحدت رو فراهم بکنه. از لحاظ عملی در واقع مسئله وحدت اسلامی تنها از جانب جوامع اسلامی و دانشمندان اسلامی در قالب مؤسسات غیر مستقل سیاسی میتونه به یک نتیجه برسه، اما هنگامی که یک دولت در واقع اون رو داره بهش فراخوان میکنه، به طور طبیعی زمینه در واقع رسیدن به تشتت و تفرقه بیشتر رو فراهم میکنه. آقای معموری خیلی ممنون. علی معموری استاد مطالعات فرهنگی عربی اسلامی از سیدنی با ما بود، خیلی ممنون. مدیر کل حمایت از مشاغل در وزارت کار ایران میگوید این وزارتخانه نمیتواند برای آزادی اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض هفت‌تپه کاری کند، چون اتهام‌های او امنیتی است. اعتراض‌های اخیر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از 20 روز پیش شروع شد. در این اعتراض‌ها کارگران خواستار دریافت حقوق عقب افتاده خود هستند و می‌گویند مشکلاتشان از زمان خصوصی شدن این شرکت افزایش یافته. کارگران شرکت فولاد هم در دو هفته اخیر در اعتراض به دریافت نکردن حقوقشان و همبستگی با کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه تجمع‌هایی برگزار کردند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده برای آگاهی رسانی درباره ایدز و ترویج آزمایش HIV روز یکشنبه پیش از بازی دو تیم فوتبال پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز، کلینیک‌های سیاری قرار داده خواهد شد تا تماشاچیان بتوانند آزمایش HIV بدن. در این گزارش آمده که این آزمایش ها محرمانه و رایگان است.
این آزمایش تنها برای مردان است و از اونجایی که زنان اجازه ورود به ورزشگاه ها را ندارند، امکان انجام آزمایش HIV برای آنها نیست. ده ها هزار نفر از مردم فرانسه و برای دومین بار طی 8 روز گذشته در تظاهراتی در پاریس به بالا رفتن قیمت سوخت اعتراض کردند. آنها میگویند امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه باید استعفا کند یا قیمت سوخت را کاهش بدهد. تصاویری که میبینیم تصاویری از تظاهرات امروز هست که در جریان هست و مقداری هم گزارش هایی از خشونت هم دریافت کردیم. روز جمعه پیش هم پلیس یک معترض را بازداشت کرد که تهدید کرد بود بمبی را بیرون مرکز خریدی در شهر انجر کار بگذارد. معترضان به دلیل جلیقه هایی که بر تن دارن به جلیقه زردها معروف هستند. کاخ سفید گزارش نهادهای دولتی را درباره تاثیر تغییرات آب و هوایی بر اقتصاد آمریکا رد کرده. 13 مؤسسه دولتی آمریکایی در گزارش خود گفتند که تغییرات اقلیمی می تواند تا پایان قرن صدها میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا لطمه بزند و به مرگ هزاران نفر منجر شود. نظری در مقابل نظر رئیس جمهوری آمریکا. سخنگوی کاخ سفید گفته که مبنای این گزارش بدترین سناریوی ممکن است و تأثیر فناوری و سیاست‌های کنترل جمعیت در آینده را ندیده گرفته است. خبرنگارمون بهمن کلبوسی از نیویورک با ماست. بهمن، این گزارش 13 نهاد آمریکایی رئیس جمهوری آمریکا را کمی سنگ روی یخ کرده، نه؟ با توجه به که آقای ترامپ در گذشته در مورد تغییرات اقلیمی شک و شبهه ایجاد کرده بود و این رو ادامه داد تا همین چند روز پیش که وقتی هوا در شرق آمریکا سرد شد در یک توییتی نوشت که پس کجاست اون گرمایش زمینی که ازش صحبت میکردید. در نتیجه بله، در موقعیت دشواری قرار میده چون این 13 نهاد نهادهای دولتی هستند و زیر مجموعه دولت آمریکا دارن کار میکنن و این نتیجه گیری کار اونهاست، به خصوص که هر 4 سال منتشر میشه. در نتیجه مجموعه کاریست که در سالهای گذشته شده متخصصین برش کار کردن و 1600 صفحه هم این گزارش وارد جزئیات شده، هم قطور هست، همین که خیلی نسبت به گذشته دقیق تر در مورد اثرات ملموس تغییرات اقلیمی بر اقتصاد آمریکا حرف زده. مثلا یک مجموعه از آثاری که معتقدن مستقیم میتونه مجموعه اقتصاد آمریکا رو حدود 10% کوچکتر بکنه، رشد تولید ناخالص ملی رو کم بکنه، حرف از این میزنن که افزایش سطح در آب دریا در بسیاری شهرهایی که در به خصوص در سطح پایین‌تر قرار دارن در شرق و غرب آمریکا میتونه آثار بسیار خسارت‌باری داشته باشه. در مورد افزایش این آتش‌سوزی‌هایی که در روزهای گذشته می‌بینیم میگن تغییرات اقلیمی وضع رو بدتر از این که همین الان هست هم خواهد کرد، مرگ و میرهایی که شاهدش خواهیم بود و کلاً اقتصاد آمریکا رو به خصوص مثلا در مناطق مرکزی میگویند کشاورزی رو تحت تاثیر قرار میده و ممکنه کاهش تولید کشاورزی در سطحی باشه که به صورت جدی باید نگران افزایش کاهش در واقع دسترسی به مواد غذایی باشند در حداقل در 50-60 سال آینده. در اینکه مجموعه این گزارش از این جهت که کاملا در تقابل هست با حرفایی که شخص رئیس جمهوری آمریکا میزنه مهمه، به اضافه این که این کسانی که نوشتن این گزارش و این نهادهایی که دست داشتن دارن میگویند باید گامهای عملی و سریع برداشته بشه در مسیر کاهش گازهای گلخانه‌ای، از جمله مالیات بر کسانی که این گازها رو تولید میکنن که به شدت مخالف سیاست‌های آمریکاست. آقای ترامپ فقط حرف نزده بلکه در عمل هم در 2 سال گذشته بسیاری از محدودیت‌هایی که برای تولید گازهای گلخانه ایجاد شده بود در دوران آقای اوباما رو برداشته، مخصوصاً در مورد زغال سنگ و معادن زغال سنگ. در اینکه مجموعه این در مسیر کاملا متفاوت از اون چیزی است که دولت آقای ترامپ هم در حرف میزنه هم در عمل. بهمن، خیلی ممنون از شما. بهمن کلبوسی از نیویورک با ما بود. انتخابات پارلمانی در بحرین بدون حضور نامزدهای اکثریت شیعه برگزار شده است. خبرگزاری دولتی بحرین گفته میزان مشارکت بی سابقه بوده.
کمیته انتخابات برای مردمی که میخواهند رای بدهند سرویس رفت و آمد رایگان گذاشته تا به گفته کمیته آنها بتوانند از حق خود در قانون اساسی استفاده کنند. عفو بین الملل گفته گزارش هایی از بازداشت مخالفان سیاسی دریافت کرده که به شدت نگران کنند است. از حدود 7 سال پیش بحرین نارام است. مخالفان خواستار استقرار نظام مشروطه و انتخاب نخست وزیر از طریق رای گیری هستند. جواد فیروز نماینده پیشین مجلس نمایندگان بحرین از لندن با ماست. آقای فیروز سلام به شما. میخواستم بپرسم که شما انتخابات امروز رو چطور میبینید؟ هنوز انتخابات تمام نشده و در حدوداً 3-4 ساعت دیگه باقی هست وقت انتخابات، اما کلن ساعت این نیست که آیا شرکت کنندگان تعدادشون زیاد باشه یا کم باشه. در نهایت کل امور در دست دولته و راه‌های مختلفی دارن طی می‌کنن که مردم رو تشویق بکنن که بیان انتخابات. در ضمن حال اونا رو تقریبا گفتن که کسانی که وارد صندوق اقتراع نمیرن یا شرکت نکنن ممکنه محروم بشن از خیلی از خدمات دولت. در این حال اگر که ما فرضیه بدیم که این پارلمان باید نتیجه داشته باشه برای حل و راه حل برای بحران‌های مختلف بحرین، چه سیاسی، چه امنیتی، چه حقوقی که نقض حقوق بشر در سطح بالاست و حتی بحران‌های اقتصادی، معلومه که این انتخابات به این نتیجه نمیرسه که بتونه راه حل خوبی باشه. بذارید به اون میرسیم. میخواستم بپرسم این خود مقامات دولتی میگن که میزان مشارکت بی سابقه بوده. منظور چیه؟ شما میدونید که چه میزان مشارکت داشتیم امروز؟ حالا سخت الان ما بتونیم چه میزان رو درک بکنیم، برای اینکه اولا طرف‌های خارجی که میتونن رقابت بکنن یا میتونن ملاحظه کنن این مسائل رو اجازه ندادن به اونا که شرکت بکنن وارد بحرین بشن. حتی سازمان‌های جهانی که مثلا رویتر یا بی بی سی که بیان وارد بحرین بشن و بتونن این مسائل ملاحظه کنن بهشون اجازه نداده باشن. اینه که خیلی مشکله که اطمینان داشته باشیم به نتیجه‌ای که از طرف حکومت میخواد اعلام بشه. و در این حال اگه ما بگیم که این انتخابات باید فرصت داشته باشه برای مخالفین رژیم که بتونن شرکت بکنن یا رأی بدن، قانونی که 2 ماه پیش اونا رو مطرح کردن و اجرا کردن که منحل کردن 2 گروه سیاسی بزرگ تو بحرین، گروه الوفاق و گروه الوعد، و در این حال تحریم کردن اعضایشون برای کاندیدا شدن توی انتخابات و اون حکمی که صادر شد برای مؤبد بودن اکثر رهبران مخالفین و آخرشون شیخ علی سلمان بود، این نتیجه میرسه که ممکن نیست این انتخابات یک نوع از راه حلی باشه برای بحران بحرین یا مخالفین بتونن رأی خودشون رو بدن. یکی از اعضای مجلس سابق که دوست ما بود، رفیق ما بود، فقط برای اینکه نظریه داده بود تو توییتر که شرکت نمی‌کنه تو انتخابات، 1 هفته پیش اونا رو رای زندان کردن و الان ممکن محکوم بشه به 6 ماه یا بیشتر از اون. در این حال خفقان و در این حال نقض حقوق بشر و بیامنیتی برای مردم بحرین، به نظرم هر نتیجه انتخابات نتیجه علکیه، نتیجه حقیقت ممکن دست نرسه. آقای فیروز شما گفتید که احزاب، در واقع احزاب شیعه شرکت ندارن، اجازه شرکت نداشتن، ولی از جامعه شیعیان کسانی هستند که کاندید هستند و ممکنه انتخاب بشن و به این مجلس راه پیدا کنن، درسته؟ مسئله شیعه بودن نیست، مسئله اینه که آیا این راه حلی هست برای حل مشکلات بحرین. در این حال گروه های سیاسی مخالف هستن که شیعه نیستن، مثلا گروه وعد خیلی از هاشون سنی هن، هرچه که اونا سکولارن، نه مذهبی، یعنی اینشون مذهبی نیست، ایدشون مذهبی نیست، و ممکنه شیعه ها برای اینکه اکثریت ملت بحرین شیعه هستن، 100% کسانی هستن از ملت بحرین که بتونن شرکت کنن، فقط برای اینکه اونا یا کارمند دولت هستن یا ترس اون دارن که محروم بشن از خدمات دولت، و همه حاضر نیستن که بتونن این مسائل رو قبول بکنن، برای اینکه در نهایت اونایی که مخالف رژیم هستن یا تبعید شدن یا سلب تابعیت شدن
یا تو زندان هستن حکم معبد و خیلی از اونها حکم اعدام به اونها صادر شده. اینه که تو این جو تو این وضعیت خیلی مشکله که ما بگیم که این انتخابات آزادیه دن. یا ممکنه مردم بتونن به آسونی رأی خودشون رو مطرح بکنن تو این صندوق. خیلی ممنون. جواد فیروز نماینده پیشین پارلمان بحرین از همینجا از لندن با ما بود. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدهیم. رئیس جمهوری ایران با انتقاد تند از نزدیکی عربستان با آمریکا گفت اتکا به بیگانه اشتباهی تاریخی است. با وجود هشدارهای نهادهای دولتی آمریکا، کاخ سفید گزارش گرمایش زمین را رد کرد. رئیس شورای علمای کابل بعد ظهر امروز در این شهر ترور شد. پلیس کابل این خبر را تایید کرده و گفته که یکی از حمله کنندگان به عبدالبصیر حقانی را بازداشت کرده است. هنوز مشخص نیست که این ترور با چه انگیزه ای صورت گرفته. علی حسینی خبرنگار ما از کابل با ماست. پلیس کابل به ما گفته حوالی ساعت 2 بعد از ظهر حمله کنندگان توسط اسلحه به سمت آقای حقانی شلیک میکنند و قصد فرار از منطقه را داشتند که نیروهای سیار منطقه پلیس منطقه که در حال گزمه بودند حمله کنندگان را تعقیب میکنند و یکی از آنها را با سلاحی که در دست داشته بازداشت میکنند. منطقه‌ای که حمله صورت گرفته تقریبا محل نسبتا پر جمعیت و پر رفت آمدی است. مشخص هم نشده که این فردی که دستگیر شده چه کسی بوده و وابسته به کدام گروهی آیا بوده یا نبوده. ریاست جمهوری افغانستان حمله را محکوم کرده و گفته که عملا دشمنان افغانستان با هدف قرار دادن علما و همچنین قاریان محافل دینی و محافل اسلامی عملا نشان میدن که در جنگ با عالمان دینی و ارزش‌های اسلامی برآمدند. از آقای عبدالبصیر حقانی چه میدونیم؟ چرا او هدف قرار گرفته به نظر تو؟ خب هنوز دقیق نمیشه گفت که به چه علت این ترور صورت گرفته، اما سه شنبه هفته گذشته پس از یک حمله مرگبار که دست کم 50 عالم دینی کشته شدن و حدود 100 نفر دیگر هم زخمی شدن، یکی از علمایی که بلافاصله با رسانه ها گفتگو کرد و این حمله را محکوم کرد همین آقای حقانی بود. گرچه بار اولش نبود، بارها در رسانه ها یکی از علمای فعال در گفتگو با رسانه ها بود و عمده صحبت هایش هم در گفتگو با رسانه ها و دیگر موضوعاتی که می گرفت محکوم کردن حملات انتحاری و جنگ در افغانستان بود. از عالمای پاکستان، علمای پاکستانی که حملات جنگ در افغانستان روا میدانستن و فتوا صادر میکردن به شدت انتقاد میکرد و مخالف جنگ بود. این موضوع و این ویژگی آقای حقانی امروز در واکنش های کاربران شبکه های اجتماعی افغانستان هم برجسته شده بود و یکی از این میگفتن یکی از دلایلی که امکان داره آقای حقانی ترور شده باشه همین موضوع گیری ضد جنگ و ضد حملات انتحاری است. با همه این مواردی که گفتیم هنوز مشخص، اما به سختی مشخص نمیشه که بگیم که به چه دلیل آقای حقانی ترور شده. علی خیلی ممنون. علی حسینی همکارمون از کابل با ما صحبت میکرد. حزب حاکم تایوان شکست در انتخابات محلی در تایچونگ دومین شهر بزرگ این کشور را پذیرفت. انتخابات تایوان آزمونی برای حزب حاکم توصیف شده بود. مردم تایوان در انتخابات میاندوره‌ای شرکت کردند تا درباره چند مسئله از جمله ازدواج همجنسگرایان تصمیم بگیرند. دادگاه قانون اساسی تایوان پارسال رأی داده بود که زوجهای همجنس باید حق ازدواج داشته باشند، اما این مسئله موجب بروز اختلافهایی شد و گروههای محافظه‌کار امیدوارند در رأی‌گیری امروز حق ازدواج همجنسگرایان محدود شود. تلویزیون تایوان میزان مشارکت را بالا توصیف کرده است. با ادامه اعتراضات ساکنان غزه در مرز اسرائیل تعداد فلسطینی هایی که گلوله می خورند هم روز به روز بیشتر می شود. اما بیمارستان غزه نه امکانات لازم برای نجات همه آنها را دارد و نه دکتر به تعداد کافی. حالا مدتی است که یک جراح بازنشسته بریتانیایی به کمک دکترها در غزه رفته تا به آنها یاد بدهد چطور شریان های تیر خورده را بازسازی کنند و نگذارند
فرد زخمی شده عضوش را از دست بدهد. تام بتمن خبرنگار خاورمیانه بی بی سی به دیدن این دکتر رفته. This is a conflict. بحرانی که امسال هم زندگی های بسیاری را زیر و رو کرده. هزاران فلسطینی در غزه زخم هایی از گلوله بر تن دارند. به جامانده از تظاهرات کنار حصار مرزی با اسرائیل. در این کلاس درس موقت دکتران فلسطینی یکی از حساس‌ترین مهارت‌ها را می‌آموزند، ترمیم شریان‌ها و جلوگیری از قطع شدن عضو بیماران. استادشان یک متخصص بریتانیایی جراحی شریان است. اعتراض‌ها از 9 ماه پیش شروع شده. فلسطینی‌ها حق بازگشتن به آن طرف حصار را می‌خواهند. اسرائیل اما به افزایش حملات شبه نظامیان مستقر در غزه به نیروهایش اشاره می‌کند و می‌گوید استفاده از سلاح در برابر معترضان مشروع بوده. یک مجروح دیگر رو به بیمارستان آوردن. تعدادشون روز به روز بیشتر میشه. زخمی‌هایی که درمان هر کدوم نیاز به تخصص بالایی در جراحی داره. اون هم در سیستمی که نه دکتر به اندازه لازم داره و نه امکانات کافی. خیلی از کشورهای دنیا هیچ وقت این حجم از جراحت رو ندیدن. زخم‌های ناشی از گلوله خیلی خیلی زیادن. کمی کم 5000 نفر از ماه مارس تا حالا. 3 سال پیش از من خواسته شد به غزه بیام و به جراح‌ها آموزش بدم. دکتر به تعداد لازم ندارن، به خصوص وقتی درگیری و بحران باشه. John Wolf came to Gaza with the international. John Wolf با صلیب سرخ به غزه آمده. با 40 سال تجربه. That's good. Now you're in business. احمد حالا خودش تیم کوچکی از جراحان رگ‌ها را رهبری می‌کند. مرحبا. تیمی که در 9 ماه گذشته زخم 140 گلوله را عمل کرده. عملیات جراحی برای نجات پای چپ این زن 4 ساعت طول کشید. حس می کردم دارم می میرم، اما دکترها زندگی دوباره به من دادن. واقعا ازشون ممنونم. هر جمعه جوانهای بیشتری را از پای حصار مرزی به بیمارستان می آورند با زخمهای بدتر. آموزش های جراح بریتانیایی به خیلی از زخمی ها کمک کرده، اما در شلوغی بیمارستان غزه عفونت هنوز هم اصلی ترین نگرانی است، اتفاقی که می تواند به معنای قطع عضو باشد. تام بیتمن، بی بی سی نیوز، غزه. حساب رسمی توییتر دولت ایران سخنان محمد جواد ظریف را منتشر کرده که گفته ایران همانطور که در جنگ با عراق با وجود تنگناها دوام آورد، این بار هم در برابر سیاست‌های دونالد ترامپ دوام خواهد آورد. همین توییت باعث شد بعضی از کاربران با هشتگ دوام میآوریم از او انتقاد کنند و به بازگویی مشکلات موجود بپردازند. همین ماجرا موضوع امروز برنامه هشتگ شماست. در برنامه امروز نظرات شما را درباره سخنان آقای ظریف و واکنش منتقدان میشنویم. از طریق یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه تلویزیون می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست بی بی سی شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. به پایان این بخش خبری میرسیم. تا دقایق دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.